صحبت دوستان کردن تو دو تا مطلب کلی میتونیم در واقع کاتگورایزش بکنیم. یکیش بحث همین پتیشن بوده و زیر پا گذاشتن اساسان از طرف شخص آقای بنایی مدیریت هیئت مدیره، یا حتی بعضی از افراد گفتن که نه اشخاص دیگه هم ممکن توی هیئت مدیره بوده باشن که این مسئله رو زیر پا گذاشته باشن از اساسان. کار شخصا من موافق نیستم، اما به هر حال مطرح شد. یکی اون بحث خب پتیشن رو امضا کردن یه تعدادی و فرستادیمش برای هیئت مدیره. حالا روندی که باید دنبال بشه، من فقط میخوام پی بگیرم که ببینیم پیشنهاد خودم رو بکنم برای اینکه چه استپای دیگه‌ای رو باید در واقع انجام بدیم از اینجا که رفتیم. هیئت مدیره این رو مسلماً رسیدگی باید کرده باشه و این سوالی که امیدوارم بهروز یا افراد دیگه‌ای که از هیئت مدیره اینجا هستن بتونن اینو امشب ما جواب بدن که چی شد، پیگیری شد، صحبتی تو جلسه خودشون داشتن یا نه. اگر صحبتی داشتن هیئت مدیره میتونه راجع به این تصمیم بگیره که آقای بنایی زیر پا گذاشتن یا فرد دیگه زیر پا گذاشته اساسنامه رو یا نه. اگر گذاشتن که خب مسلماً دیگه جاشون در هیئت مدیره نیست. اگر که نذاشتن، بعد دوباره ما استپ بعدیمون میتونست این باشه که بحث مجمع عمومی فوق‌العاده رو مطرح بکنیم و این در واقع میتونه استپی باشه که اگر هیئت مدیره شرط ما جوابی بده که آره مطرح شد و نتونستیم، اونا رأی مخالف دادن، اونا موافق نیستن با نظر افرادی که پتیشن امضا کردن، پس ما میتونیم تقاضا بدیم که مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بشه. و صحبت اینه که به نظر من با اون صحبتی که بخوام از روش قانونی و یا از روش دادگاه و اینجور صحبت ها در حال حاضر این کار رو انجام بدیم و مجبور بکنیم که کمیله رو که به صحبت های ما گوش بده، من با اون موافق نیستم. خیلی احساس میکنم این امکان هنوز دوده و میتونه باعث بشه که در واقع خود سازمان رو خیلی ضعیف بکنه و حتی به یه جوری به نابودی سازمان منجر بشه. این یه بحث صحبت دیگه که هستش، ما میتونیم از همون مجمع عمومی که قراره برای اساسنامه شکل بگیره یا مجمع عمومی که قراره برای انتخابات سال آینده شکل بگیره از اون مجمع عمومی استفاده کنیم. یه رزولوشنی رو به عنوان اعضا دور هم بشینیم و تصمیم بگیریم که این رزولوشن رو ارائه بدیم که آقای بنایی یا آقای ایکس و ایگرگ یا خانم ایگرگ این اساسنامه رو زیر پا گذاشتن و برای همین نمیتونن در این هیئت مدیره بشینن و این رو به رأی بذاریم در همون مجمع عمومی، حتی اگر مجمع عمومی فوق العاده تشکیل نشد. من احساس میکنم که بعضی جاها ممکن نیاز باشه کامپرومایز کنیم و از مجمع عمومی که قرار شکل بگیره حتی استفاده بکنیم، برای که خیلی مسئله رو بالا نبریم و جنگ قانونی درست نکنیم. بحث دیگه، کار دیگه که میتونیم در همین مجمع عمومی حالا فوق العاده یا سالیانه انجام بدیم اینه که من تا جایی که یادمه اساساً بحث کانفلیکت آف اینترست رو خیلی بهش نپرداخته. حالا حضور ذهن کامل ندارم، فقط دو بار خونده بودم، کانفلیکت آف اینترست رو خیلی مطرح نکرده. آقای سلطانپور مطرح کردن که در سازمان دیگه کانفلیکت آف اینترست خیلی مشخصه و کسی که جزء هیئت مدیره است یه سری کارا رو ممکنه نتونه انجام بده به خاطر بحث کانفلیکت آف اینترست. این دوباره میتونه جزء اساسنامه جدید این بحث مطرح بشه، کانفلیکت آف اینترست چی محسوب میشه. و افرادی که در واقع میگن که آقای بنایی کانفلیکت آف اینترست رو نداشتن یا اساسنامه رو زیر پا نذاشتن، خب ایشون خیلی کار ساده‌ای میتونستن انجام بدن. من به لیاقت جناب بنایی و شایستگیشون شکی در اون در مسئله شخصیش ندارم، اما خیلی ساده میتونستن از هیئت مدیره نظر بگیرن که آیا این مسئله، من میخوام در فعالیت کمپین آقای گسپر رو شرکت بکنم، هیئت مدیره آیا این به نظر شما با اساسنامه مطابقت داره یا نه، آیا این اساسنامه رو زیر پا میذاره یا نه، و بعد از اون این کار رو انجام دادن، اما خب نکردن این کار. مسئله دوم که من سریع بهش اشاره میکنم که دوستانم بهش راجبی زیاد صحبت کردن اینه که چجوری میتونیم کنگره رو توانمندتر بکنیم، چجوری میتونیم کنگره رو پیشرفت بدیم. کاری که ما داریم راجع به جناب بنایی و زیر پا گذاشتن اساسنامه انجام میدیم خیلی به این کار ممکنه کمک نکنه. کمکی که میکنه اینه که به افرادی که در آینده و در حال حاضر در هیئت مدیره هستن فقط اینو نشون میده که اعضا دارن نگاه میکنن عملکردشون رو و نمیگذارن که بعد خلاف اساسنامه عمل بکنن. اما پیشرفت کنگره در درجه اول به همون بحث اعضا برمیگرده و مشارکت جمعی رو افزایش دادن و اونجا الان کمپینی هم از طریق یه سری از کمیته ها شکل گرفتن تو همین توسط همین هیئت مدیره. یکی از اون کارگروه مشارکت جمعی بود که من و اعتراض دیگه از دوستان که اینجا هستن در اون شروع کردیم به فعالیت.
با اینکه هیئت مدیره البته اکثریتشون افرادی که از هیئت مدیره اینجا هم هستن، خیلی‌هاشون هم با ما همکاری همیشه کردن، اما هیئت مدیره به صورت کل در فعالیت همه این کارگروه ها، کارگروه اساسنامه، کارگروه ما که مشارکت جمعی بود، همیشه اخلال ایجاد کردن، نذاشتن که کارمون رو انجام بدیم. اما همچنان به هر حال ما رفتیم جلو و الان یه کمپینی رو تشکیل دادیم برای عضوگیری. اگر که صحبتی که خانم سلیمی کردن که اگر که هر فرد خودش بخواد عضو بگیره باعث میشه که یک فکر خاص فقط روش بکنه در کنگره، درسته، اما اون زمانیه که مثل همین 7 سال گذشته، حالا در تعداد زیادی از اوقات 2-3 هفته پیش از انتخابات، افرادی که قصد داشتن در هیئت مدیره شرکت بکنن برای انتخاب شخص خودشون یه تعداد افراد رو عضو می‌کردن. اگر که ما به صورت مستقیم به دنبال اعضا بریم و به دنبال افزایش مشارکت جمعی بریم، اگر ما همین 30-40 نفری که اینجا هستیم، هر کدوم 5 نفر از افرادی که دورمون هستن، فامیل، اقوام، دوست آشنا که عضو نیستن رو عضو بکنیم، اون وقت هم تفکر اینوری وجود داره، هم اینوری، هم وسط. همه تفکرها موقع 200 نفر همه تفکرها رو شامل میشن و اون دایورسیتی که میخوایم پیش میاد. برای همین به نظر من تو قسمت پیشرفت کنگره باید از همچین کمپین هایی که حالا اسمش هم هست، من یک ایرانی کانادایی هستم، یک دو روزی احتمالا مطالب بیشتری راجبش میشنویم که میتونیم با من یا ارسلان جزش هست، بچه هایی که دوستشون هستن، نمیدونم من دوستش روشن مطرح بکنم، صحبت بکنیم و به این کمپین کمک بکنیم که بتونیم عضو بگیریم. صحبت این کمپین فقط عضوگیریه، فقط تشویق مشارکت جمعیه و در قسمت دیگه برای اساسنامه، برای اساسنامه وزیر با گذاشتنش هم یه سری پیشنهاد دادم، امیدوارم که مفید واقع بشه. ممنون.